دوستان، کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی احمد زئی را برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده و در این حال عبدالله عبدالله را رئیس اجرایی مشخص کرد. اشرف غنی احمد زئی و عبدالله عبدالله امروز موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی را نیز امضا کرده بودند. پیش از اینکه به جزئیات این گزارش بپردازیم، از همکارم جلال میرزاد که در استودیوی کابل حضور دارند در مورد تازه‌ترین اخبار در مورد یافته‌های بررسی و تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میپرسیم. آقای میرزاد، بفرمایید تازه‌ترین ها از کابل چیست؟ سلام به شما بیننده‌های تلویزیون. قسمی که شما گفتین امروز انتظار مردم پایان یافت، هم نتیجه انتخابات اعلان شد و هم هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی را امضا کردند. این توافقنامه در کاخ ریاست جمهوری امضا شد. در اینجا مقام‌های حکومتی شرکت داشتند. پس از این اعلان توافقنامه یا امضایش، کمیسیون مستقل انتخابات امروز نتیجه اعلام کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اشرف غنی احمد زئی برنده انتخابات است و در حدود 1260 محل رایدهی از سوی کمیسیون در نتیجه بازرسی آرای ویژه باطل شده. ما تمام رویدادهای انتخاباتی را که امروز رخ داده در یک گزارش دادیم، گزارش می‌بینیم. سرانجام پس از هفته ها اختلاف بر سر چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی، امروز هر دو نامزد در این باره توافق کردند. توافقنامه حکومت وحدت ملی میان هر دو نامزد در کاخ ریاست جمهوری امضا شد. در این برنامه رهبران جهادی نیز شرکت داشتند. هر دو نامزد تنها توافقنامه حکومت وحدت ملی را بدون سخنرانی امضا کردند. اما رئیس جمهور کرزی از امضای این توافقنامه خوشنودی نشان داد و گفت که او و معاونینش با حکومت وحدت ملی در آینده همکار خواهد بود. خداوند با شما هر دو برادر کامیابی نصیب کنه، سعادت نصیب کنه، تا شما شب و روز در خدمت ملت افغانستان باشید و کارهایی که از ما نشد و باقی ماند اونها را شما انجام بدین. پس از امضای توافقنامه حکومت وحدت ملی، ستادهای انتخاباتی میگویند که نتیجه انتخابات را میپذیرند. ستادهای انتخاباتی میگویند که جزئیات تفاهمنامه در 6 بخش است. برگزاری لجرگه به منظور تعدیل قانون و ایجاد پست صدر اعظم، تعیین مقامهای کلیدی، ایجاد پست رئیس اجرایه و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از موارد هستند که ستادها از آن نام میبرند. تا جایی که ما در جریان هستیم، احتمالاً هفته آینده روزهای دوشنبه، فردا دوشنبه است، نه دوشنبه، هفته آینده احتمالاً یک روز است که احتمالاً رویش توافق صورت بگیره و تا اون روز برنامه‌ریزی صورت بگیره که انشاءالله یک مراسم تحلیف بزرگ و گرم و با شکوه و تاثیرگذار بالای روح و روان مردم داشته باشیم. ایجاد حکومت وحدت ملی از نخستین روز تحلیف آغاز میشه. بقیه مسائل مربوط به ایجاد کابینه جدید مطابق به قوانین نافذه افغانستان در مشوره نزدیک صورت میگیره. ایجاد حکومت وحدت ملی به باور بسیاری ها بنیاد حقوقی ندارد. برخی از کارشناسان میگویند که با توجه به چالش هایی که اکنون افغانستان با آن روبروست، توافق هر دو نامزد برای ایجاد حکومت وحدت ملی به سود کشور است. کلیدی پروسه کاملا سیاسی است، نه حقوقی. در قدم اول ما بر شما گفتم که از نظر قانون اساسی افغانستان این جایگاه ندارد در قانون اساسی، اما چون یک مشکل سیاسی بود که باید حل می شد. اگر حل نمی شد، وضع سیاسی افغانستان رو به بحران می رفت. نقش مردم یک بخش بزرگ انتخابات پنداشته می شود. شمار از باشندگان کابل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بیفایده می دانند، اما از توافق هر دو نامزد خوشنودی نشان می دهند. خوشک و خوش هستیم به امضای این توافق نامه. مگم امینو اگر روی دل امضا کده زیر دلشان غلطی است، نمی کنه همی کار صداقت. ولیکن تمام دنیا که صداقت کنه، افغانستان صداقت نمی کنه. قرار است تا پایان امروز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. آقای میرزا، توقع بعدی چی وقت است؟ چی است؟ آیا از مراسم تالیف و یا هم برگزاری مراسم تالیف خبر در دست دارین یا خیر تا کنون؟
بله، سخنگوی رئیس جمهور ایمال فیضی گفته که مراسم تالیف در هفته آینده قرار است برگزار شود. همچنان ستادهای انتخاباتی که امروز از آنها سوال پرسیده شد گفتند که قرار است در از سطح هفته آینده، یعنی روزهای دوشنبه سه شنبه، مراسم تالیف برگزار شود. در اون مراسم تالیف رئیس جمهور رئیس اجرایه و مؤمنینش معرفی میکنند. تشکر آقای میرزا.